دوستان و همراهان ویلجی سلام، خوشحالم که در برنامه دیگه در خدمتتون هستم و خانم مهشید رو به شما معرفی میکنم، یکی از کلاینت های عزیز ما که تونستیم کارهای مهاجرتشون رو انجام بدیم. خانم مهشید سلام. سلام، وقتی شما بخیر. خیلی خوشحالم که اینجا پیشتون هستم و هستم در خدمت عزیزان. خوشحالم که میبینمتون و اینجا با هم مصاحبه ای رو داریم. خانم مهشید، میدونم که شما پروگرامی رو که در حال حاضر دارید برنامه استارتاپ هستش. بله دقیقا. خب من میخواستم یه خلاصه ای در مورد خودتون اول از هر چیز به من بگین، چه رشته ای تحصیل کردین، چه مقطعی، و اینکه یه بک‌گراندی رو توضیح بدین که دوستان بیشتر با شما آشنا بشن. عالی. من کارشناس مامایی بودم ایران و خب هنوزم هستم و فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی ام. 25 سال سابقه مطب‌داری خودم رو دارم، آفیس خودم رو داشتم ایران و خب خیلی هم موفق بودم تو کارم و همون روال داشتم ادامه میدادم تا اینکه با شرکت شما آشنا شدم و از اونجا همه چیز تغییر کرد. خیلی هم عالی. خانم مهشید لطف کنید به من بگین که چجوری با شرکت ما آشنا شدید؟ تبلیغات تلویزیونیتون خیلی قویه و خب نه تنها خودم، خیلی شما رو به من پیشنهاد میدادن. لطف دارید. به من بفرمایید که فایلتون رو توضیح بدیم برای دوستانمون که برنامه‌ای که استارتاپ هستش و قبلا هم میدونم پروگرام دیگه ای رو داشتید، یعنی از برنامه استارتاپ شروع نکردید. یه خلاصه ای رو برای دوستان عزیزمون بفرمایید که چه گذشت تو این مدت. آره دقیقاً. همونجور که شما گفته من پروندمون رو با ICT شروع کردیم از طریق همسرم، مثلا مین اپلیکنت ایشون بود. 2019 این اتفاق افتاد که ما پرونده رو شروع کردیم. بیزینس داشتن همسرم؟ بله، ایشون مهندس عمران بودن و خب یه دفتر خیلی فعال داشتن. از طریق آفیس ایشون اقدام شد که مثلا میخواستیم از اون طریق اقدام کنیم. بعد از یه مدتی پرونده خیلی خوب داشت جلو میرفت، همه کارش داشت انجام میشد. بعد ما متوجه سن پسر بزرگم شدیم که امکان داشت که با پروسه ICT، مخصوصا که ما حالا خوششانسی یا بدشانسی نمیدونم به پرونده افغانستان خوردیم، کووید خوردیم، اوکراین خوردیم، به همه این پرونده ها خوردیم، یه ذره پرونده ها دچار اختلال شد. به این فکر کردیم که نکنه که سن امیرم از اون تایم بگذره، چون حالا دوستان اگر که نمیدونن پرونده استارتاپ بچه ها باید تا 22 سالگی باشه، 22 سالگی به بعد بچه ها جز پرونده ما به حساب نمیان. این شد که ما اصلا کلن پرونده رو عوض کردیم، اومدیم استارتاپ که کلن برای خانواده 4 نفریمون بتونیم اقدام بکنیم و اونجا با توجه به حرفه من برگشتیم روی من و من مین اپلیکنت شدم و قرار شد که من پرونده رو جلو ببرم. خیلی هم عالی. به من بفرمایید که ایده استارتاپی کلن چی بوده؟ برای خیلی از دوستان سوال هست که استارتاپ چه پروگرامی هستش؟ به چه صورت پیش میره؟ این ایده چی بوده؟ و اعضای گروهتون رو هم بر من معرفی بکنین که چند نفر بودن و اینکه چه رشته هایی رو داشتن. گروه ما، اولا بگم ایده استارتاپ رو در درجه اولی ایده بود که تو ذهن خودمون بود، به خاطر حالا ارتباطی هم که به حرفه خودمون داشت. درست. بیشتر روی این قضیه فکر کردیم که اینو به حالت یه استارتاپ چیز بکنیم و حالا توی ایران هم این تو ذهنمون بود حقیقتش، ولی خب ایران تو دیگه خودتون بهتر میدونید یه سری محدودیت هایی داریم برای کار کردن که نمیتونستیم باش جلو بریم. ولی الان این ایده ما یه کیتی هست برای تشخیص عفونت های واژینال خانوم ها که خب خیلی هم درگیر هستن. حالا اگر که خانوم دارن برنامه شما رو گوش میدن قطعا همه یک حداقل یک بار این مسئله رو تجربه کردن و خصوصا تو تایم کووید این کیت میتونست خیلی کمک کننده تر باشه. اعضای تیم ما که بسیار حرفه‌ای و پرفکتن و واقعا از همینجا از تک تکشون هم تشکر میکنم، یه آقای دکتر پاتولوژیست با من همراه بودن، یه خانم دکتر متخصص زنان و یه خانم روانشناس که کارشناس روانشناسی بودن. تیم 4 نفره ما بودن که خیلی تنگاتنگ و عالی هم با هم کار کردیم، با هم جلو رفتیم و خوشبختانه پرونده خیلی خوب به ثمر نشست. خیلی هم عالی. دوستانی که میخوان برنامه استارتاپی رو پیش بگیرن، برنامه‌ای هستش که واقعا تیم ورک توش مهم هست و مطمئناً یه بخشی از موفقیت‌های اون برنامه از این طریق به ثمر خواهد رسید.
آره دقیقا، یعنی چیزی که واقعا همه باید توش درگیر هستن، همه باید باهاش توش جلو برن و باهاش همکاری داشته باشن. خیلی هم عالی. به من بفرمایید در رابطه با نمره آیلتسی که ارائه دادین برای این پروگرام، چه زمانی این نمره رو ارائه دادین آیلتستون رو و چه نمره دریافت کردین؟ ما دقیقا همون تایمی که پرونده برگشت به سمت من و استارتاپی قرار شد که استارتاپ رو جلو ببریم، جزو اولین آیتمایی که مورد نیاز بود برای پرونده آیلتس بود که آیلتس 5 باید گرفته میشد که خب من امتحان دادم. اوکی، 5 جنرال باید جنرال بله. خیلی هم عالی. و اینکه به من بگین توی این مسیری که اومدید خانواده هم همراه شما هستن و ویزا دریافت خواهند کرد، یه توضیح بدین برای دوستانی که حالا خانواده رو میخوان بیارن به چه صورت پیش میره این برنامه، برای اونا چه زمانی ویزا میگیرن؟ به نظر من با توجه به اینکه حالا تحقیقاتی که این مدت من برای مهاجرت کرده بودم و اینکه حالا چه طریقی اقدام بکنیم، افرادی که دوست دارن داشته باشن که فامیلیشون رو بیارن، یه خانواده رو با هم دیگه بیارن، کارسازترین راه واقعا استارتاپه که کل خانواده با هم دیگه میان و من خیلی خوشحالم بابت این اتفاق که این روش رو انتخاب کردم. و اینکه زمانی که پرونده به ثمر میشینه اعضای خانواده با پی آر وارد خاک کانادا میشن. و اینم یه توضیح بدم که من راجع به سن امیر حسینم گفتم، من اونجایی که پرونده سابمیت شد یعنی 2020 سن امیر حسین من اونجا فریز شد، یعنی بر 22 سالگی فریز شد و حتی یک سال بعد، دو سال بعد، 10 سال بعد هم حتی اگه به پرونده به ثمر بشینه اون سن دیگه اونجا فریز شده هست. بله. و اون فرزند همراه من هست، جدا نمیشه دیگه. بله. از پرونده. بله. ما دقیقا. خیلی هم عالی. به من بفرمایید که توی مدتی که با ما سفر مهاجرتیتون رو شروع کردیم چه نظری دارید، اگر اینکه چیزی براتون خوشایند بوده یا نبوده، در هر صورت دوست دارم که این رو با دوستانمون در میون بذارید و نظرتون رو بگین که افرادی هم که میخوان با ما برنامه ای رو برای مهاجرتشون پیش ببرن، حالا شما تجربه استارتاپ رو داشتین، نظر شما مطمئنن خیلی اهمیت داره. متشکرم. اول تشکر میکنم ازتون که به من این امکان دارید، من اینجا شاید یک کلیرینگ باید با شما و تیمتون داشته باشم. و اون این که فکر میکنم شکایت همه اعضای استارتاپ باشه، ما اولش که میخواییم قرارداد ببندیم خب تماس از طرف شرکت بیشتره، مواردی که هنوز میخواییم مدارک رو بدیم تماسا بیشتره، بیشتر پیگیری میکنن. اما از یه جایی به بعد که سابمیت میشه، که شاید که قرای خودم بود الان میخوام کلیر کنم، بخشش بخوام از شما، اینه که میگیم آه دیگه ببین پولا رو گرفتن، همه کار کردن، دیگه کار به کار ما ندارن. ولی اینکه من الان خودم اینجا هستم و حالا اینو یه یاداوری بکنم که من یک سال و نیمه که به خاطر شرایط خاص خودمون زودتر اومدم اینجا. بله. یعنی قبل از اینکه پرونده جواب بده من اومدم اینجا با ویزای ویزیتورم اینجا و در خاک کانادا میبینم که واقعا نه تنها گروه وایلجی، هیچ وکیل دیگه نمیتونه کاری از پیش ببره. یعنی اینکه شما پرونده وقتی به این مرحله رسیده بقیهش دیگه تمام بستگی به داری مهاجرت داره و من تمام قرهای احتمالی که زدم همه بیجا بوده و من از شما بخشش میخوام و امکان داره خیلی از عزیزان این حسو داشته باشن. من اینو الان به تک تکتون که شما هم فکر میکنین که اون اولش که میخواستم پول بگیرم چقدر اکتیو بودن فلان، الان یه دفعه ما رو دیگه ول کردن، به حال خودتون بگم که این روال طبیعیه، اینجا خاک کاناداست و کارش ما نمیتونیم بکنیم، اداره مهاجرت هیچ کاری از دستمون بر نمیاد. واقعا متشکرم از شما. قربان شما. البته اینو من بگم که به خاطر تایمینگی که پروگرامشون رو شروع کرده بودن، زمان کرونا بود، بعد از اون خب جنگ اوکراین افغانستان بود و اینها خارج از دست ما هستش. یه بخشش مرتبط هست با دفتر و مطمئنن اگه اون تایم پروسسینگ تایم طولانی بشه، ما به عنوان وکیلتون پیگیر کارتون هستیم که زودتر جواب رو دریافت بکنیم. خیلی عالی خانم مهشید، من واقعا خوشحال شدم که شما رو اینجا دیدم. ممنون از تایمی که برای ما گذاشتین و نظراتتون رو با ما و دوستان در میون گذاشتین. ممنون از شما و یادآوری بکنم که من نه تنها خودم خوشحالم این که با تیم شما کار کردم و خدا رو شکر نتیجه گرفتم، این که همه دوستان و عزیزانم هر کسی که ازم سوال بکنه حتما شما رو معرفی خواهم کرد. خیلی خوشحالم که اینو میشنوم از شما. جا داره از آقای یزدانی و تمام دوستانم که اینجا زحمت میکشن فایل ها رو به بهترین شکل پیش میبرن تشکر بکنم.
امیدوارم که به زودی شما رو در اینجا ملاقات کنیم و با شما هم مصاحبه‌ای داشته باشیم. ممنونم. متشکرم.